تاریخ تمدن قسمت 24 و چهارم فصل بیست و یکم از جلد دوم فلسفه در اوج قدرت ارستو بخش دوم دانشمند ارستو از قدیم مقدم بر هر چیز یک فیلسوف شناخته شد شاید این اشتباه باشد بگذارید لاعقل به خاطر یک ارزیابی تازه هم که باشد او را مقدم بر هر چیز یک دانشمند به شمار آوریم مغز کنجکاو او متوجه فرایند و فن استدلال است و این دو را با چنان دقت و شدتی تجزیه و تحلیل می کند که ارگانون برای دو هزار سال به صورت کتاب پایه علم منطق باقی ماند عرستو خیلی اشتیاق دارد که روشن فکر کند ولی در آثاری که از وی بر جای مانده کمتر در این امر موفق شده است همیشه نیمی از وقتش را صرف تعریف واجه هایش می کند و بعد خیال می کند که مسائل را حل کرده است تعریف را این طور تعریف می کند تعین شی یا اندیشه به وسیله نام بردن نوع یا طبقه ای که به آن تعلق دارد انسان حیوان است و سپس تعیین اختلافی که آن را از سایر اعضای آن طبقه ممتاز می کند انسان یک حیوان منطقی است ارسطو به شیوه خاص خود همه چیز را به ده مقوله مقولات اشر طبقه بندی می کند جوهر کم کیف نسبت مکان زمان وضع مالکیت فعل و انفعال این طبقه بندی را عده از نویسندگان در بست افکار سست خود بسیار مفید یافتند ارسطو حواس را به عنوان تنها منبع هر دانش قبول می کند به عقیده او قضایای کلی ذاتی نیستند بلکه اندیشه های تعمیم یافته یعنی حاصل ادراکات ما از اشیایی مشابه می باشند در واقع همه چیز درک است نه شیء واقعی اصل تضاد را مطلقا قاعده کلی هر منطقی میشناسد ممکن نیست صفتی در عین حال و در یک نسبت هم متعلق به یک شی باشد و هم نباشد اشتباهاتی را که سوفستایان می کنند یا در سر راه ما قرار می دهند فاش و برملا می سازد متقدمان خود را مورد انتقاد قرار می دهد که به جای این که برای درک جهان و فرضیه های مربوط به آن به مشاهده و تجربه دست زنند خیال پردازی می کنند روش مورد علاقه او قیاس است یعنی مجموعه سه گزاره که گزاره سوم الزاما از آن دو گزاره دیگر نتیجه می شود مانند این سه گزاره یک جهان در جنبش و دگرگونی است دو هرچه در جنبش و دگرگونی است آغازی دارد سه پس جهان آغازی دارد یا قیاس مساوات مساوی مساوی شیع مساوی خود شیع است ولی در عین حال قبول می کند که برای اینکه اصل قضیه لا اقل محتمل باشد باید روش استقرار را به کار برد گرچه در رسالات فلسفی خود اغلب در به کار بردن قیاس خیشتن را گم می کند اصولا استقرار را میپسندد و در کارهای علمی خود انبوهی از مشاهدات تجربی را متراکم و گاهی تجربیات خود را با دیگران ثبت میکند مثلا در تولید مثل حیوان میگوید وقتی که برای آزمایش چشم جوجه پرندگان را درآورند دوباره چشم بر آنها رشد میکند و این نظریه را که بیزه راست نطفه نرینه و بیزه چپ نطفه مادینه را به وجود می آورد رد می کند به استناد اینکه مردی که بیزه راست او از بین رفته هم دختر و هم پسر پیدا کرده است با وجود تمام اشتباهاتش ارسطو پدر روش علمی و اولین کسی است که تحقیقات علمی دست جمعی را شروع کرده است ارسطو علم را از آنجا شروع می کند که رها کرده بود و جسارت را به جای میرساند که به هر رشته از علوم وارد می شود در ریاضیات و فیزیک بیش از سایر رشته ها ضعیف است و در این زمینه ها خود را محدود به مطالعه اصول اولیه می سازد در فیزیک به دنبال کشفیات جدید نمی گردد بلکه به دنبال تعریف های روشنی برای واژه های مورد استفاده است مانند ماده، حرکت، مکان زمان دور و تسلسل بینهایت، تداوم تغییر و نهایت حرکت و فضا مداومند و آنچنان که زنون فرض می کند از لحظات یا قطعات کوچک جدا و غیر قابل تجزیه به وجود نیامده اند بالقوه وجود دارد نه بلفل مسائلی از قبیل جبر، جاذبه، حرکت و سرعت را که نیوتون بعدها حل کرد احساس می کرد هرچند که کاری در جهت تدقیق آنها ننمود خاصیت برایندی نیروها را تا حدی درک می کرد و حتی قانون اهرم را نیز بیان کرد هرچه فاصله وزن جابجا جا کننده از نقطه اتکای اهرام بیشتر باشد شی را آسانتر جابجا جا خواهد کرد ارسطو میگوید که اجرام سماوی به خصوص زمین کروی شکل هستند زیرا فقط کرویت زمین میتواند این پرسش را پاسخ دهد که چرا در هنگام خصوف وقتی که زمین بین ماه و خورشید قرار میگیرد شکل ماه منحنی است در که حسی قابل تمجیدی در اعثار زمین شناسی دارد گاهی به طور غیر محسوس میگوید که دریا جای به خشکی و خشکی جای به دریا می دهد تمدنها و ملتهای بیشماری به وجود آمده و سپس در اثر یک فاجعه ناگهانی یا به تدریج نابود شده اند. شاید هر هنر و فلسفه ای بارها به اوج ترقی رسیده و سپس از بین رفته باشد حرارت علت کلی تغییرات زمینشناسی و نجومی است او تصادفاً ابر مه شبنم باران برف تگرگ باد طوفان تندر برق رنگین کمان و شهاب سنگ را توصیف می کند فرضیه های او اغلب غریب و توخالی هستند ولی اهمیت زمانی رساله‌ای که در علم آثار جوی نوشته در این است که پای قوای ماور و طبیعه را به میان نمی کشد بلکه به دنبال علل طبیعی می گردد که از روی قواعد و نظم معینی باعث تغییرات جوی می شوند علوم طبیعی تا زمانی که اکتشافات بعدی حوزه را گسترش داده و اسباب تجربه و اندازه گیری دقیق در اختیارش قرار داده اند نمی توانست در حد دوران ارستو بیشتر پیشرفت کند در شناسی است که ارستو بیشتر احساس تسلط می کند مشاهداتش وسیعتر و فراوانتر و اشتباهاتش نیز زیادتر است تمرکز و جمعآوری کشفیات پیشین در مسیر برقراری این علم حیاتی بزرگترین موفقیت اوست با کمک شاگردانش اطلاعاتی درباره حیوانات و گیاهان کشورهای سواحل اژه گردآوری نمود و اولین مجموعه علمی گیاهان و حیوانات را به وجود آورد اگر بتوان به پلینی اعتماد کرد اسکندر به شکارچیان و شکاربانان و ماهیگیران و دیگران فرمان داده بود که هر نوع اطلاع یا نمونه ای را که ارسطو برای کار خود لازم دارد برای او فراهم کنند فیلسوف ما از تمایل خود به چیزهای پست چنین اعتذار می جوید تمام اشیای طبیعی شگفتانگیزند. هر کس که تفحص درباره حیوانات پست را حقیر دارد در واقع خودش را حقیر می دارد جانوران را به خونداران و بیخونان که تقریبا برابر با مهرهداران و بیمهره های ما باشد تقسیم می کند سپس بیخونان را به دسته های صدفداران و سخت پوستان و نرمتنان و حشرات و خونداران را به ماهیها، دوزیستان پرندگان و پستانداران تقسیم می کند در رشته های متنوع و وسیع قابل ملاحظه بحث می کند جهاز حازمه دف احساس نیروی حرکت تولید مثل و دفاع انواع و رفتار ماهی ها، پرندگان خزندگان میمون ها و صدها رسته دیگر فصل جفتگیری و طرز بچه داری آنها پدیده بلوغ قاعدگی نطفهگیری آبستن شدن سخت جنین توارث دوقلو اسکان و کوچ کردن حیوانات بیماریها و ناخشی های آنها و روش خواب و زمستان خوابی آنها وی درباره زندگی زنبور شرح بسیار درخشانی میدهد آثار ارسطو مالامال از مشاهدات اتفاقی عجیب است مثلا اینکه خون گاومیش سریعتر از خون اغلب حیوانات منعقد می شود یا اینکه پاره از حیوانات نر مخصوصا بز مشهور است که شیر میدهند. و اینکه اسب چه نر و چه ماده بعد از انسان از سایر حیوانات شهوترانتر است اشاراتی که در تاریخ حیوان هست نشان می دهد که ارسطو کتابی از طرحهای مربوط به تشریح بدن تهیه کرده بود و دیگر اینکه بعضی از آنها به دیوارهای لیکیوم نش شده بود و به سبک جدید برای نشان دادن اعضا حروف الفبا به کار می برد عرستو به خصوص نسبت به اعضا و عادات تولید نسل حیوانات کنچاو است و از گوناگونی راههایی که طبیعت ابقای نسل را استوار میسازد به شگفتی میآید چون طبیعت نمیتواند فرد را از زوال حفظ کند نوع را نگاه میدارد در این رشته کار ارستو تا قرن پیش بیرقیب مانده بود حیات جانوران در حول دو محور می گردد خوردن و تولید مثل جنس ماده عضوی دارد که باید آن را تخمدان انگاشت زیرا شامل آن چیزی است که در ابتدا تخم اشتقاق نیافته است و بعد در اثر اشتقاق چندین تخم می شود ارسطو نتوانسته بود فرق بین تخمدان و رحم را تشخیص دهد مهازا توصیف او تا شروع کارهای استنسن در 1669 بهترین بود عنصر ماده به جنین غذا میدهد و عنصر نر نیرو و حرکت ماده عنصر انفعالی و نر عنصر محرکه است ارستو نظریه ای امپدوکلس و زیموقراتیس را که میگویند جنسیت جنین را دمای زهتان یا قلبه یک عنصر تولیدی بر عنصر تولیدی دیگر تعیین میکند رد میکند و فرضیه خود را جانشین آن میسازد که اگر عنصر سازهای اصلی یعنی نر نتواند دست بالا را گرفته به علت کمبود حرارت از پختن ماده و برگرداندن آن به شکلی که میخواهد عاجز شود آن وقت این ماده به جنس ماده تبدیل می شود و اضافه می کند گاهی زنها سه یا چهار بچه می زایند مخصوصا در پاره از نقاط عالم بیشترین تعداد بچه‌ای که انسان به دنیا آورده پنج است و این اتفاق چندین بار مشاهده شده است در یکی از روزگاران قدیم زنی در چهار دفعه وضع هن بیست بچه آورد که اغلب ماندند و بزرگ شدند ارسطو بعضی از فرضیه های زیست شناسی قرن 19 را پیش می او میگوید که اعضا و مشخصات روحی جنین را ذرات ریزی شکل میدهند که از هر یک از اعضای انسان بالغ داخل در اناسور تولید می شوند او مانند فونبایر زیستشناسی اسنوایی آلمانی اصل 1792 1876 در 1827 تخم پستانداران را مشاهده و وصف کرد نظریه طبقات سگانه یاخته های رویان از نظریات او سرچشمه می گیرد. عقیده داشت که در جنین ابتدا خواص مربوط به ژن ظاهر می شود بعد خواص مربوط به نوع و سرانجام خواص مربوط به شخص ارسطو اصلی را بیان می کند که هربرت سپنسر مایه فخر خود می دانست و آن این بود که باروری موجودات زنده روی هم رفته با پیچیدگی تکامل آنها نسبت معکوس دارد ارستو در بیان توصیف جنین جوجه بیشتر از هر موضوعی استادی نشان می دهد. اگر بخواهید می توانید این تجربه را انجام دهید. 20 عدد تخم مرغ یا بیشتر را گرفته دو مرغ یا بیشتر روی آنها بخوابانید. سپس هر روز از روز دوم تا روزی که جوجه ها بیرون می یک تخم مرغ را بردارید و بشکنید و آزمایش کنید. در مرغ معمولی جنین پس از سه روز مرعی می شود قلب مانند لکه خونی به نظر می آید که زربان دارد و حرکت می کند انگار که موجودی زنده است از آن دو رگ حامل خون در مدار حلق مانندی حرکت می کند قشایی که تارهای خونی را هم می کند از رگها درآمده زرده را در خود می گیرد وقتی تخم ده روزه است جوجه و تمام اعضای آن کاملا مشخص و پیداست ارستو عقیده دارد که جنین انسان مانند جنین مرغ نمو می کند کودک در رحم مادر خوابیده است زیرا طبیعت پرنده را می توان به طبیعت انسان تشبیه کرد فرضیه تشابه اعضا ارستو را قادر می سازد که دنیای حیوانات را یکی ببیند ناخون را مشابه پنجه خرچنگ و پر را مانند فلس ماهی گاهی به فرضیه ی تکامل بسیار نزدیک می شود طبیعت آهسته آهسته از دنیای بیجان به زندگی حیوانی وارد می شود به طوری که ممکن نیست حد فاصلی برای آن قایل شد بنابراین در جریان تکامل پس از اشیای بیجان یاخته گیاهان که نسبت به حیوانات هنوز بیجان ولی در مقام قیاس با اشیای بیجان جاندار هستند ظاهر می شود در گیاه همیشه یک سیر سعودی به سوی حیوان وجود دارد در دریا اشیای موجود است که شخص در تشخیص اینکه آیا گیاهند یا جانور دوچار تردید می شود اسفنج از هر لحاظ شبیه گیاه است بعضی جانوران در زمین ریشه می و اگر کنده شوند می میرند پاره از جانوران نشانی از حساسیت ندارند و پاره دیگر کم دارند و خلاصه در تمام جانوران یک سیر سعودی در تمام مراحل دیده می شود عرستو میمون را حد وسط بین انسان و حیوان زایا می داند. نظریه امپدوکلس را در مورد انتخاب طبیعی در تحول اتفاقی رد می کند و میگوید در تکامل اتفاق رخ نمی دهد بلکه سیر تکامل مبتنی است بر انگیزه ذاتی هر شکل نوع یا ژن که خودش را برای رسیدن به صورت عالی طبیعیش متحول می کند در طبیعت هر موجود البته طرحی است ولی این بیشتر از یک محرک داخلی سرچشمه میگیرد تا یک انگیزه خارجی و قایت تحول هر موجود آن است که به منتها درجه تکامل خود برسد تو با این اظهارات و عقاید درخشان ارستو مرتکب اشتباهات بزرگی شده است چنانکه بعد از 23 قرن باید انتظار داشت این اشتباهات گاهی آنقدر بزرگ است که انسان را به این فکر می اندازد که مبادا نوشته های ارسطو درباره حیوان با نوشته های شاگردانش در همین رشته مخلوط شده باشد کتاب تاریخ حیوان او پر از اشتباه است مثلا میگوید که اگر موش ها در تابستان آب بخورند میمیرند فیل ها دوچار دو, دو ناخوشی بیشتر نمی شوند زکام و نفخ شکم جز انسان هر جانوری را اگر سگ هار بگزد دوچار مرض هاری می شود مارماهی خود به خود تولید مثل می کند فقط انسان زرمان قلب دارد اگر زرده چند تخم مرغ را به هم بزنید در وسط جمع می شود و اینکه تخم مرغ در آب نمک شناور میماند. ماند عرستو اعضای جانوران را بهتر از اعضای انسان میشناسد زیرا نه او و نه بغرات نتوانستند نه مقررات مذهبی را بشکنند و به تشریح بدن انسان بپردازند دیگر اینکه ارستو میگوید انسان هشت دنده بیشتر ندارد دندانهای زنها از مردان کمتر است قلب باراتر از ریه قرار گرفته قلب مرکز احساسات است نه مغز حساس نبودن بافت مغزی نسبت به تحریک مستقیم او را گمراه کرده بود و وظیفه مغز فقط خنک کردن خون است بالاخره او یا یکی از اعوان گنارمایش تا به آن حد در فرضیه طراحی خلقت فرو می روند که باعث پوسخند اغلا می شوند کاملا آشکار است که گیاهان را برای حیوانات و حیوانات را برای انسان خلق کردند طبیعت نشیمن انسان را برای نشستن خلق کرده است زیرا چهارپایان میتوانند می توانند بدون خستگی بیستند ولی انسان به نشستن احتیاج دارد محازا همین عبارت آخر برداشت علمی او را نشان می دهد معلف بیچونوش را میپذیرد، پذیرد که انسان یک حیوان است و به دنبال دلایلی می گردد که اختلاف ساختمانی انسان و حیوان را پیدا کند روی هم رفته کتاب تاریخ حیوان بزرگترین اثر او و عالیترین محصول علمی قرن چهارم قبل از میلاد یونان است زیستشناسی عرستو 20 قرن بدون رقیب ما بخش سوم فیلسوف ارستو در مطالعه انسان یا به علت تقوای بیریا یا به دلیل احترامی که نسبت به عقاید مردم قائل بود کمتر جنبه علمی را مراعات می کرد و بیشتر به ماورا طبیعه متوجه می شود. روان یا عنصر حیاتی را وجود اولیه هر سازواره و یا ارگانیسم یعنی شکل ذاتی و ازلی و انگیزه و راهنمای رشد و نمو و آن میداند روح در بدن مقیم نیست یا چیزی نیست که به بدن داده باشند بلکه با بدن نمو می کند روح همان بدن انسان است همراه با این قدرت ها که میتواند خود تغذیه کند خود روش نماید و خود فاسد شود روح حاصل جمع کارکردهای سازواره است نسبت روح به جسم چون نسبت بینایی است به چشم در عین حال این جنبه های کارکردی اساسی هستند همین کارکردها ساختمان بدن را می سازند امیال هستند که اعضا را قالب می دهند. روح است که بدن را شک می دهد. تمام اعضای طبیعی های روح هستند ارسو اضافه می کند روح از جهتی همه اشیاء زنده است زیرا همه اشیاء یا ادراکاتند یا اندیشه ها ارستو به برکلی کرنش می کند و به هیوم نیز سر تعظیم فرود می آورد و میگوید گوید ذهن متداوم است و این تداوم مانند تداومی است که روند تفکر دارد و تفکر با نفس اندیشه ها که خود جزئی از آن است یکی است روح سه مرتبه دارد تغذیه کننده حساس و منطقی گیاهان در داشتن روح تغذیه کننده با حیوانات و انسان شریکند یعنی قابلیت تغذیه و نمو دارند حیوانات و انسان علاوه بر آن حساسیت یعنی قابلیت درک و احساس دارند حیوانات عالی تر و همچنین انسان دارای منطق انفعالی یعنی هوش ساده و ابتدایی هستند اما فقط انسان است که منطق فعال دارد یعنی میتواند هر موضوعی را تعمیم دهد و از خود ابتکار کند این قسمت آخر جز یا تجلی آن نیروی خلاقه اقلائی جهان است که همان خداست لذا جاودانی است اما این ابدیت در وجود نیست بلکه آنچه میماند نیروست نشخص فرد ترکیب فانی و یکتایی است از قوای تغذیه کننده و حساس و منطقی انسان ابدیت را به طور نسبی و آن هم از طریق تولید مثل و پس از مرگ به دست می آورد تفسیرهای دیگری و اظهارات زد و نقیض ارستو در این باره ممکن است همانطور که روح صورت جسم است خدا نیز صورت یا ذات دنیا طبیعت جبلی و وظایف و هدفهای آن است در فلسفه ارسطو نیز مانند افلاطون جنبه اصلی هر چیز صورت است نه ماده ای که به وجود آمده ماده وجود حقیقی نیست بلکه قوای انفعالی و منفی است که فقط هنگامی که صورت به آن حقیقت دهد موجودیت خاصی مییابد تمام علت‌ها بالاخره به علت العلل و تمام حرکات به محرک اول برمیگردند ارسطو میگوید هر معلول بر اثر چهار علت پدید میآید علت مادی عناصر سازا علت واقعی عامل یا عمل آن علت سوری ماهیت شیع و علت قایی که همان قایت است و بعد مثال قریبی میزند علت مادی یک مرد چیست؟ حیز زنان یعنی تدارک تخم ماده علت واقعی چیست؟ نطفه یعنی عمل تلقیح علت سوری چیست؟ طبیعت عوامل مربوط علت قایی چیست؟ هدف مورد نظر ادامه این بخش فرد باشه